با درود خدمت شما همیهنان عزیز برنامه ایران در حال گذار رو با هم دنبال میکنیم. من امشب در انتظام دخترم رستان گنجی هستم و با هم موضوع محیط زیست و خطرات ناشی از بیتوجهی به حفظ اون برای سلامت جامعه رو دنبال میکنیم. موضوع بحثمون همونطور که گفتم محتاج به اختصاص برنامه های دیگری هم بهش هست، مربوط میشه به همونطور که گفتم به کیفیت محیط زیست در ایران که شامل حفظ هوای بهداشتی در سراسر و سالم در سراسر کشور، داشتن و نگهداری و توسعه و دسترسی عموم به آب سالم مورد احتیاج جامعه برای مصرف روزانه و کشاورزی و امور صنعتی اضافتی و سایر مصارف و حفظ خاک ذی قیمت حاصلخیز کشور که طی 35 سال گذشته سخت مورد بیتوجهی و فرسایش و خطرات دیگر از جمله فروش به خارج قرار داشته. خاطرتون هست چند ماه پیش افتخار میکردن که ما خاک رو داریم میفروشیم به کشورهای خلیج فارس، خاک رو رو که 50 سال 60 سال طول میکشه یه دو سانتی متر و نیمش تولید بشه، خاک رو که 50 سانتی متر روی خاکه. جمعیت کشور ما که 130 سال پیش حدود 9 میلیون بود، 35 سال پیش 38 میلیون و امروز در داخل کشور بالغ بر 78 میلیون نفر میشه و تعدادی هم در حدود 5 میلیون نفر در خارج. جمعیت تهران و اکثر شهرهای کشور که طی 35 سال گذشته 2 تا 3 برابر شده و تعداد وسایط نقلیه خصوصی و عمومی شهری، کارخانجات داخل و اطراف شهرها هم که بنزین و گازوئیل درست تصفیه نشده آلوده ساز رو مصرف می کنند به بیش از 2 تا 3 برابر افزایش یافته. با توجه به کل حجم مصرف سوخت روزانه اونها، این واقعیت که این هوا، هوایی که شما در شهرها دارید به خوبی پالایش نشده، که بنزین و گازوئیلی که استفاده میکنن درست تصفیه نشده، آلوده سازه و این مواد به خوبی پالایش نشده، ادامه وضع اسفبار موجود رو موجب میشن و مزید آلودگی عجیب هوای شهرهای کشور شدن. متاسفانه این وضع روز به روز بدتر میشه. امروز هوای اغلب شهرهای ما به مقدار زیاد به سرب و سایر فلزات خطرزا برای سلامت ساکنین اون شهرها و مال و حشم و پرندگان داخل و اطراف شهر این شهرها آلوده است که در مواقع بارندگی به بارانهای اسیدی ضایعه ساز محیط زیستی تبدیل میشه. گرد و غبار ماسه که به خصوص اغلب در شهرهای نزدیک به کویر و مرز مشترک ما با عراق دیده میشه، آلودگی هوا رو تشدید میکنه و باعث بروز امراض گوناگون در میان ساکنین این شهرها شده. امروز لااقل 6 میلیون از بچه های ایران به علت آلودگی هوا از مرض آسم رنج میبرند. جنگل زدایی های 35 سال گذشته در کشور هم نقش بسزایی در تشدید تنزل سطح پاکیزگی هوا در بسیاری از نقاط کشور که برای انسانها و کشاورزی هر دو ضروری است رو داشته. امروز در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان برای حفاظت و جلوگیری از آلودگی هوا و آب و خاک کشور قوانین و مقررات سختی وجود داره. هنوز امروز در ایران آخوندی قوانین لازم دستگاه اجرایی کارآمد و صالح و منابع مالی ضروری برای مبارزه مداوم با آلودگی هوا و آب و خاک کشور وجود نداره.
بررسی‌های گوناگون حاکی از اینه که ایران در آینده نه چندان دور برای تأمین حداقل احتیاجات آب جمعیت 90 میلیونی خود با کمبودهای وحشتناکی روبرو خواهد بود. چنین وضعی هم اکنون در شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز و ارومیه به خوبی دیده میشه. رودخانه های مهمی که با داشتن هزاران سال سابقه تاریخی اخیراً به علت اعمال ناشایست رژیم آخوندی خشک شدن، شامل رودهای بزرگ و پر اهمیتی مانند زاینده رود و کارون میشن. رود هیرمند هم به علت ندانمکاری های رژیم مواجه با وضعیت مشابهیه. به دریاچه رضایی هم به دلیل اعمال و رفتار ناشایست رژیم آخوندی طی این سالها صدمات مهلکی وارد اومده. دریاچه های دیگر ما مانند باختگان در نزدیکی شیراز به کلی خشک شدن. دریاچه هامون در سیستان نیز امروز با وضع اسفناک خشکی و از بین رفتن آبزیان روبروست. با این همه کمبود آب در کشور، هنوز موارد حیف و میل آب زی قیمت در سراسر کشور وضع عجیبی داره. هنوز جلوی وزارتخانه ها، ادارات، مغازه ها، هتل ها، مهمانخانه ها در سراسر کشور رو به جای جاروب کردن با وسایل جدید امروزی با استفاده از شلنگ آب می شویند. در کشتارگاه ها و غسالخانه ها افراد در حیف و میل بیرویه آب حد و حصر نداره. در واقع اینطور به نظر میاد که مسئولین امور کشور برای حفظ منابع آبی کشور ارزشی رو که باید قائل نیستن. هنوز که هنوزه در ایران اکثرا فضولات و کثافت‌های انسانی، حیوانی و کارخانجات رو به طریقی به داخل رودخانه ها سرازیر می کنند. در کمتر شهری در ایران امروز سیستم اگو وجود داره. هنوز اغلب کشاورزان ایران به اهمیت 40 تا 60 سانتی متر خاک زنده رو که نقش حیاتی رو در تولیدات غذایی بازی می کنند و آشنایی به حفظ و حراست بوته ها و درختان و گیاهان بدین منظور رو ندارند. هنوز که هنوزه در بسیاری از نقاط ایران بخشی از خاکهای کشور رو بدون هر گونه پوشش گیاهی با این استدلال که هرچه بیشتر آفتاب بخورد حاصل خیزتر می شود برای یک سال رها می کنند و در نتیجه باد و باران و سیل همه ساله هزاران هکتار با ارزشترین سرمایه های کشور را به نیستی تبدیل می کنند. در مورد 50-60 سانتی متر خاک رو در زندگی بشر هرچه بگوییم کم گفته ایم. با این مقدمه به مصاحبه امشب با آقای دکتر نامدار بغایی یزدی، یکی از دانشمندان کشورمون که در این زمینه می پردازیم. به عنوان این برنامه هست: محیط زیست و خطرات ناشی از بیتوجهی به حفظ و حراست آن برای سلامت و پیشرفت جامعه. دکتر بغایی یزدی متولد سال 1338 در تهران هستند. پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان البرز و گذراندن یک سال در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال 1358 به انگلستان رفته، لیسانس خودشون رو در رشته میکروب شناسی از کینگز کالج لندن میگیرن و سپس دکترای خودشون رو در رشته بیوتکنولوژی زیست فناوری از امپریال کالج لندن میگیرن. دکتر بغایی دوره فوق دکترای خودشون رو در همون دانشگاه بر روی تحقیق در تولید الکل اتیلیک یا اتانول در حرارت‌های بالا با استفاده از مواد زائد کشاورزی انجام دادن، تحقیقی که منجر به برنده شدن جایزه غلات اروپا برای ایشان در سال 1993 شد. ایشان امروز در راه توسعه این تحقیق مهم گام برمی‌دارند تا آن را به مرحله بهره‌برداری صنعتی برسانند. دکتر بغایی همچنین در سالهای گذشته به عنوان متخصص میکروب شناسی در سازمان گاز بریتانیا، سازمان انرژی اتمی انگلستان و شرکت نفتی شل به تحقیق بر روی سیستم های تخمیر میکروبی پرداختند.
ایشون مؤلف چندین مقاله علمی در ژورنال‌های بین‌المللی و کتب تخصصی هستند و نام او بر روی نام ایشان روی شش اختراع در زمینه تحقیقاتش تا تحقیقاتشون به ثبت رسیده. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به این برنامه. درود بر شما جناب دکتر گنجی و همینطور سرکار خانم رخسان خانم. درود بر شما. خیلی خوشحالم که در برنامه تشریف دارین. آقای دکتر سوال اول من اینه که مسئولیت امور مربوط به محیط زیست در ایران امروز یعنی دیروز این مسئولیت امروز با خانم معصومه ابتکار به عنوان معاون حسن روحانیه. خانم ابتکار دو روز پیش به علت آلودگی شدید و خطرناک هوای تهران به منظور سلامت ساکنین شهر تهران از آنان خواست که هرچه زودتر تهران را ترک کنند. اما خانم ابتکار که سمت معاونت ریاست جمهور را امروز در ایران دارد در مورد چگونگی خروج از تهران، مقصد مسافران تهرانی و مخارج این کار و مسائل مشابه سایر شهرهای کشور مانند اهواز، سنندج، کرمانشاه، یاسوج، ارومیه، قم، ایلام، مشهد، تبریز، اصفهان و غیره که وضع حتی بدتری از تهران دارن سخنی نگفت. فکر میکنم این اولین بار در تاریخ باشه که یک معاون رئیس جمهور کشور چنین پیشنهادی به میلیون ها تن از همیانن خودش کرده باشه بدون اینکه هیچ گونه فکری به معنی و مفهوم عواقب این پیشنهاد کرده باشه. نظر شما در این زمینه چیه آقای دکتر؟ خواهش میکنم. سپاسگزار جناب دکتر گنجی از این مقدمه ای که دادید. دیگه واقعا چه تصویر وحشتناکی به نظر من شکل گرفتش با این مقدمه شما از نظر آلودگی محیط زیست و گرفتاری هایی که از اون ناشی شده در ایران ما. در مورد خانم ابتکار من اتفاقا چون میدونستم امروز در خدمت شما هستم یه مطالبی رو این چند روز گذشته مطالعه کردم و جالب بود برای من. به قول قدیمی ها حالا ای به می چه گفتی هنرش نیز بگوی، ای به می جمله چه گفتی هنرش نیز بگوی. البته هنر زیادی وجود نداره متاسفانه، ولی خب بایستی کلن بررسی بکنیم این وضعیتی که خانم ابتکار الان باهاش روبرو هستش، خانم دکتر معصومه ابتکار یا به قول خیلی ها که ایشون رو به اسم سیستر مری میشناسن از روزهایی که از دیوار سفارت آمریکا میرفتن بالا و متعجم هم مدرسه منم بوده دکتر در مدرسه ایران زمین متاسفانه ایشون یکی بله ننگ های اون مدرسه بوده و ایشون تحصیل کرده در آمریکا زندگی کرده با پدر و مادرش در ایالت پنسیلوانیا ماساچوست آمریکا. دکترای ایمنولوژی داره، ایمن شناسی داره ایشون. به هر حال آدم تحصیل کرده ای هستش البته، ولی ایشون در دوره آقای خاتمی همین سمت رو داشتش، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و اولین زنی بود که به کابینه دولت وارد شد بعد از انقلاب اسلامی و در اون موقع هم خب شروع کرد یک مقدار برنامه هایی رو پیاده کردن، کارهایی رو انجام دادن. حتی در سال 1386 از طرف سازمان ملل به عنوان یکی از هفت قهرمان زمین به قول معروف یا Earth Champion انتخاب شد ایشون موقع که برنامه ها و کارهای محیط زیستی رو در ایران میخواست پیاده بکنه. خب دولت آقای خاتمی که پایان گرفتش و آقای احمدی نژاد اومد سر کار که واقعا در اون 8 سال دوره ایشون واقعا بسیاری از این مصیبت‌های محیط زیستی شروع شد و قوت گرفت در حقیقت. و حالا ایشون دوباره خانم ابتکار برگشتن به سر کار و معاونت رئیس جمهور رو دارن در ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که فراموش نکنیم این سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1350 در دوره قبل از انقلاب در دوره گذشته تشکیل شد و با برنامه‌های اصولی و درستی پیش رفت که بعداً اگر فرصتی باشه روش صحبتی خواهیم کرد.
خانم ابتکار، خب این واقعا میدونید این وضعیت محیط زیستی ایران و این آلودگی هوا و آلودگی آبها و اینها یک وضعیت بغرنجی داره الان، واقعا به قول معروف به قول انگلیسا کروشیال هستش دیگه، یعنی به حد امرجنسی، به حدی رسیده که بایستی کارهای فوری و به قول قدیمی ها شلاقی انجام داد که بتونن جلوی خیلی از این گرفتاری ها رو بگیرن. خب ایشون در اومده پیشنهادی داده، البته پیشنهادش حالا ممکنه ما بهش بخندیم یا بگیم عجب پیشنهاد ناجوریه، ولی واقعا اگر نگاه بکنید ایشون متذکر شده که کسانی که از ناراحتی های ریوی رنج میبرن یا بچه های خردسال کودکان، اینها اگر میتونن از پایتخت خارج بشن که این ناراحتی هاشون بیشتر تشدید نشه. خب البته این موضوعی هستش که قابل بحث هستش، الان هم در جراید ایران در سایت های مختلف اینترنتی راجع به این خیلی صحبت میشه، ولی بایستی دید که بایستی پرسید این سوال رو که به کجا برن. ما وقتی که به لیست شهرهای ایران نگاه میکنیم از نقطه نظر آلودگی هوا که بعداً بهش بررسی خواهیم کرد و من اعداد و ارقام خدمتتون خواهم داد، به کجا برن؟ از تهران اگر برن به کرمانشاه که همیشه یکی از شهرهای خوش آب و هوا و کوهستانی و خوب ما بود، بعد از اهواز و سنندج سومین شهر آلوده ایران هستش، برن به کدوم شهر ایران؟ از این 18 شهر ایران که بررسی شده توسط سازمان بهداشت جهانی، تمامش در صدر جدول 1082 کشوری قرار میگیره که آلوده ترین شهرهای دنیا را از نقطه نظر آلودگی هوا داره. پس این به هر حال مشکل رو حل نمیکنه، مسئله رو حل نمیکنه. به قول معروف شما دارید اون خاک و گرد و غبار رو زیر قالی به قول معروف جارو میکنید و اونجا حبسش میکنید، کار مثبت به اون صورت نیست. البته خب ایشون شروع کرده پروژه ها و برنامه هایی رو ظرف این مدتی که اومده و خب امیدوار هستش که بتونه پیاده بکنه، ولی واقعا مشکل و معضل آلودگی هوا در ایران ابعاد بی نهایت وسیعی داره، به نظر من ابعاد خطرناک و وسیعی داره که بایستی برنامه های خیلی ضروری و سریعی رو به کار انداخت، وگرنه نمیشه. ایشون خودشون خانم ابتکار گفتن که ما 8 سال عقب هستیم. خب البته همیشه برای هر دولتی که میاد سر کار، اینجا در کشورهای دموکراتیک غربی هم همینطوره، وقتی که آقای اوباما در آمریکا میاد سر کار، ایراد کار رو به دولت 8 ساله آقای بوش میگیره، اینجا در انگلستان میاد سر کار به چندین و چند سال حکومت لیبر حزب کارگر ایراد میگیرن، و تا چند سال بعدش هم همینطور هر اتفاقی که میفته و هر کاری رو که نمیتونن درست کنن به گردن حکومت و دولت قبلی میندازن. اینه که این به قول معروف نمیشه با این ترتیب مشکلات رو حل کرد، بایستی مسائل رو دقیقاً بررسی کرد با آدمهای متخصص. مثلا یه کار مثبتی که شاید ایشون کرده خانم ابتکار در ظرف این مدت و این بوده که تعداد کادر تحقیقاتی و کادر تحصیل کرده سازمان حفاظت محیط زیست رو تا 25% بالا برده. خب این خودش باز جای امیدواریه، امیدوارم که اشخاص کارآمد و خوبی رو سر کار بگذارن که دلسوز مملکت باشن و بتونن کاری انجام بدن. فراموش نکنیم به هر حال در اون جامعه که به این صورت الان اداره میشه و به این صورت هستش، هستن اشخاصی که میتونن کمک باشن، میتونن راهگشا باشن، ولی به شرط اینکه کمک لازم بهشون از طرف دولت داده بشه و بتونن برنامه ها و پروژه هایی رو که میخوان پیاده بکنن. آقای دکتر، این چیزی که براتون خوندم در روزنامه، خانم ابتکار فقط نمیگه بچه ها رو ببرین، به خانواده ها پیشنهاد میکنه که از تهران خارج بشن. میگه اگه فکر میکنین هوای تهران کثیفه، من میگم از تهران برید. ولی به قول دکتر یزدی خب کجا برن؟ خب چه پولی برن؟ بله، تهرانش معاون رئیس جمهور داره اینو میگه.
مسئولیت سنگینی داره. شوخی که نیست که به مردم بگین به هوای تهران شما هر روز داره به هوای تهران چیز تازه نیست. اقلن 10 ساله که هوای تهران داره اینطور مشکل رو پیدا کرده و مشکلش داره بیشتر میشه. اقلن 300 نفر خودشون آمار میدن در سال، در ماه 300 نفر به علت آلودگی هوا میمیرن. خودشون دارن رقم میدن. بله درسته. این الان ببینید این جریانات که پیش اومد به خصوص بیشتر تشدید شد از وقتی که آقای داریوش مهرجویی کارگردان معروف سینما همین چند هفته پیش خواهرش رو ایشون از دست داد به خاطر ناراحتی های ریوی که داشتش این خانم و علت واقعش آلودگی هوا بودش و در اثر این موضوع و این صحبتی که آقای مهرجویی کردش خانم ابتکار اومد و یک نامه بلند بالایی هم نوشته که روی وبسایت خودش هستش، روی وبلاگ و وبسایتشون هستش در خطاب به آقای مهرجویی که اون وقت در اون نامه یک مقدار زیادی پروژه‌های خودش رو و کارهایی که میخواد انجام بده رو پیاده کرده و صحبت کرده راجبش. ولی بله این موضوع این که از تهران خارج بشن واقعا موضوع راحتی نیست که شما همینطور فقط بگید بله از تهران خارج بدون، بله بدون اینکه هیچ گونه تجهیزاتی هیچ گونه چیزی فراهم کرده باشن. شما اگر بخواد از ایران، از تهران چند میلیونی بایستی نصف جمعیتش رو خارج بکنید اگر بخواد اثر مثبتی روی آلودگی هوای تهران بگذارید، ولی فقط اون کافی نیست. حالا میتونیم به مواردی بپردازیم که ببینیم چرا اصلا اینطور شده آلودگی هوا. دقیقاً دکتر سوال من همین بود، توی این 35 سال وضعیت سلامت هوای تهران چه تغییراتی از زمانی که خب من و شما اونجا بودیم کرده و در مقایسه مثلا با کشورهای همسایه مثل ترکیه و اینا چطوره وضعیت هوا؟ خواهش من. ببینید من حالا همین این آماری هستش که آمار بین المللی هستش و مرتبا صداتون مقدار داره قطع صدا نمیاد دکتر بقیه، یه مقدار صداتون قطع و وصل میشه. الان بفرمایید. صدا قطع و وصل میشه. الان بهتر. بله 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 حالا خوبه صدا. اوکی درست شد. خواهش بفرمایید. چون گوشی به گوش استش. اوپس مسکه اسکایپ ایشون قطع شد. حالا دوباره میگیریم. ولی خب میگم متاسفانه جای تاسفه، میگم که اینقدر وضعیت خرابه و یکی که مسئوله که باید بیاد یه سلوشن لانگ‌ترم چیز بکنه، بیاد به مردم بگه برید از تهران بیرون. ایران نزدیک 80 میلیون جمعیت داره. درست شد باش. بیشتر شهرها بعضی بدتری دارن از تهران. بفرمایید آقای دکتر. خواهش میکنم، عذر میخوام اگر یه مقدار کانکشن من به اینترنت شاید یک مقدار چون با وایرلس هست در حقیقت شاید این اشکال پیش بیاد. بله ببینید الان جالب هست که بدونید تهران در بین شهرهای ایران کمتر از دیگر شهرها آلوده هست. شاید یکی از تمیزترین شهرها باشه نسبتا. کامل. ببینید سازمان بهداشت جهانی یک شاخصی دارن به اسم PM10 یعنی پارتیکولت ماتر 10. من منظور از این ذرات غبار، ذرات معلق در هوا هستش که اندازه گیری میکنن در یک حجم معینی و این ذرات بایستی اندازش از 10 میکرومتر یعنی 10 میکرون در حقیقت کمتر باشه در هر متر مکعب و این رو اندازه گیری میکنن. کاری که کردن ظرف این چند سال سازمان بهداشت جهانی 1082 کشور رو در دنیا اندازه گیری کردن و بیشتر این ذرات در آلودگی هوا مربوط میشه به دیوکسید سولفور یا همون گاز SO2 سالفور دی اکساید و دیوکسید نیتروژن یا NO2 که اینها بیشترش از اگزوز اتومبیل ها، خودروها و کامیون ها و این ها ساید میشه و بیرون متساید میشه.
بنزین نامرغوب که حالا بعداً مفصلاً می‌خواید راجع بهش صحبت می‌کنیم و صنعت نفت غیر قابل کنترل و برنامه بدون نظارت آن رگولیتد به قول معروف، اینها مشکلاتی بوده که باعث شده که این شاخص پی ام بالا بره و شاخص پی ام بزرگترین عامل ناراحتی‌های در حقیقت ریوی هستش در ایران. و سازمان بهداشت جهانی این میانگین رو سالیانه اندازه گیری میکنن و نه فقط در تعداد روزهایی که مثلا هوا بد بوده. الان من همین یکی دو روز گذشته با آشنایان و فامیل در ایران صحبت میکنن، گفتن همین یکی دو روز گذشته مثلا هوای تهران بهتر بوده. اینطور نیستش که روی روزهای به خصوص یا هفتههای به خصوص کار کنن، میانگین سالیانه رو در نظر میگیرن. متاسفانه در ایران شهر اهواز در میان این 1082 شهر دنیا که اندازه گیری شده مقام اول رو کسب کرد. متاسفانه در چیزهای دیگه مقام اول رو کسب نمی کنیم، از لحاظ آلودگی کسب می کنیم، که این مقدار پی ام تنش 372 میکرون بوده، یعنی بالاترین حد که می تونه باشه. از 10 تا 372، از 10 تا 300، حالا کمتر از 10 هم داریم که خدمتتون میگم. دومین شهری که در این لیست وجود داره، در این لیست بلند بالا، شهر اولانباتور پایتخت مغولستان هست که ناگهان میاد به عدد 279 میرسه، یعنی 75% فقط آلودگی شهر اهواز رو داره. یعنی ببینید از 279 ببخشید تا 700 تا تقریبا این شاخص کمتر میشه، و این نشون دهنده اینه که واقعا من متاسفم بگم نمیدونم مردم در اهواز ایران چطور زندگی میکنن و واقعا تنفس میکنن. جزو این آلوده ترین شهرهای دنیا، 10 شهر بزرگ دنیا، 4 شهرش متعلق به ایران، اهواز، سنندج، کرمانشاه و یاسوج در بویراحمد و کهگیلویه. تهران در مقام 1001 قرار گرفته، ولی در بین 18 شهر آلوده ایران در مقام 15 قرار داره. جالبه بدونید تمیزترین شهر دنیا، شهر وایت هورس یا اسب سفید در استان یاکان کانادا هستش، با پی ام 10 شماره 3، یعنی از 10 هم کمتر. خب البته یه شهر نسبتاً کوچیک کانادایی هستش و هوای خوب، تردد کم، مسلماً اتومبیل‌ها اینها، و خب ولی در 70 شهر بالای این لیست از نظر تمیز بودن هوا، تمام اونهایی که پی ام 10 کمتر از 10 یا کمتر از اون داشتن، دو شهرش در استرالیا هستش و بقیه در آمریکا و کانادا. در ایران تمیزترین شهر از نظر هوا که اندازه گیری شده جز اون 18 شهر، شیراز بوده که مقام 963 رو کسب کرده با پی ام 70. و در بین این 100 شهر آلوده دنیا به این صورت، 24 شهر در هند بوده، 20 شهر در چین بوده، 16 شهر در ایران بوده. خانم رخسان خانم فرمودن در ترکیه 7 شهر بوده درش شهر آلوده، 6 شهر هم در پاکستان و عربستان و بقیه در نقاط دیگر بود. براتون لیست شهرهای آقای دکتر، اینا هیچ کدوم درآمد نفت و گاز ما رو ندارن که بتونن جلوگیری بکنن از این آلودگی ها. عربستان، یعنی کشور ایران رو نمیشه با اولانباتور مغولستان چیز کرد. کاملا صحیح. شهرهای آلوده ایران رو به ترتیب اگر بخوایم اسم ببریم، به ترتیب آلوده بودن از صدر جدول بیایم پایین، اهواز در وهله اول هست، بعد سنندج، کرمانشاه، سوج، رضائیه، ارومیه، خرم‌آباد، ایلام، بوشهر، کرمان، قزوین، اصفهان، همدان، عراق، تهران، مشهد، تبریز و شیراز. که این شاخص از 372 اهواز شروع میشه و به 70 شیراز میرسه. برای مقایسه شهرهای بزرگ دنیا رو خدمتتون بگم، واشنگتن دی سی، واشنگتن در آمریکا 18، نیویورک 21، توکیو 23.